من اینطور بگم که مهندسی بر نتیجه کارهای بزرگانی در تاریخ علم بوده که امروز ما ازش داریم بهره برداری میکنیم برای مثال فرادای، هرتز، مارکونی، مکسول اینها کارهایی رو در قرن 19 هم انجام دادن که عمدتا منجر شد به اینکه ما آهسته آهسته بفهمیم که نقش الکترون در زمینه تولید برق و نقش الکترون در زمینه انتشار امواج های الکترومغناطیسی به چه نحوی هستش و بعد از این الکساندر گراهام بل شاید اینطوری بگم و ادیسون دو شخصیت بزرگی بودند که دو پدیده بسیار مهمی رو اختراع میکنن الکساندر گراهام بل از مباحث مفاهیم بنیادین برق استفاده میکنه و سیستم تلفنی رو در حقیقت اختراع میکنه و تلفن رو به جامعه بشریت معرفی میکنه که در زمان خودش سیستم تلفن یک جهش و یک قدم بزرگی برای ارتقای تمدن بشری شد و در کنارش ادیسون هم از مفاهیم بنیادین برق طوری استفاده میکنه که نور و ضبط صوت و صوت تصویر همه اینا رو به بشریت معرفی میکنه خود این هم واقعا قدم بزرگی در راستای ارتقای تمدن بشری قدم برداشت اینه که برق پای گذار خیلی از فناوری هایی که ما به عنوان فناوری های هوشمند امروز میشناسیم هستش هوشمند به معنای اینکه شما میتوانید از طریق برق و الکترون سیستم هایی رو طراحی بکنین که در عمل تصمیم گیری می کنند پای اصلیش اینه اونجاست که کنترل سیستم معنی دار میشه اونجاست که تئوری تصمیم گیری یا دیسیژن تئوری معنی دار میشه این تصمیم گیری که داره این مدار و گیرنده انجام میده نقطه آغازین سیستم های هوشمنده که امروزه به خاطر دوباره مهندسی برق تراشه ها و چپ های بسیار پیشرفته با ترانزیستور های بسیار حجیم در یک سیستم چپ یا تراشه طوری طراحی شدن که میلیون ها میلیون از این ترانزیستورها ها در آن واحد می توانند سیگنال پروسس کنند در نتیجه در آن واحد می توانند صدها هزار تصمیم گیری بکنند در نتیجه این تصمیم گیری ها وارد یک سیستمی میشه که ما امروز بهش میگیم آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی یا توی روباتیکس این پایگذاری خیلی از این مفاهیم در مهندسی برق اتفاق افتاد